موزه گالیپولی پذیرای بازدیدکنندگان نیست که به چنار قلعه میآیند. 100 سال پیش 25 آوریل 1915 متفقین به این شهر بندری رسیدند و نبردی سنگین میان نیروهای متفقین و ارتش عثمانی در گرفت. اکنون آثار و بقایای این جنگ که بیش از 8 ماه به طول انجامید در این موزه جمع‌آوری شده است. داماد پایه‌گذار این موزه میگوید سلیم مطلو فروشگاهی در شهر داشت. مردم شهر که ابزار آلات جنگ چون شمشیر، سرنیزه و تفنگ را در مزرعه‌هاشان پیدا می‌کردند، برای او می‌آوردند و در ازای آن تخم مرغ، پنیر، آرد، شیر، سیگار، چای و بیسکویت می‌گرفتند. او می‌خواست تا این تجهیزات جنگی را از دست عتیق فروش‌ها حفظ کند. به همین دلیل خانه‌اش را به موزه تبدیل کرد. کلکسیون میز حالی نگیتیرمیشتر افندم. علی‌رغم انبوه تجهیزات جمع‌آوری شده در این موزه، هنوز منطقه‌هایی در اطراف این شهر هستند که در دل خود تاریخ این نبرد را پنهان کردند. یکی از بازدیدکنندگان موزه در مورد احساسش میگوید دشمن عسکرلرینین بیشترین چیزی که مرا تحت تاثیر قرار داد آبرسانی نیروهای ارتش عثمانی و متفقین به یکدیگر در شرایط جنگ بود. از اینکه در جنگ به انسانیت احترام می‌گذاشتند متأثر شدم. اهمیت این موزه نه تنها در پاسداری بخشی از تاریخ ترکیه، بلکه در نگهداشت بخشی از تاریخ کشورهایی چون استرالیا و نیوزیلند است که در این نبرد شرکت کردند. خبرنگار یورو نیوز می‌گوید تلاش یک فروشنده محلی بخش بزرگی از تاریخ مربوط به جنگ گالیپولی را حفظ کرد. هر سال این موزه برای هزاران بازدیدکنندهش محل یادآوری خاطرات مربوط به جنگ است. Bora Bayraktar, Euronews, Çanakkale.